بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما کاربران عزیز آکادمی مجازی کامپیوتر learnfile.com. در خدمت شما هستیم با بخش اول آموزش ساخت یوزر کنترل در سی شارپ. همونطور در بخش مقدمه گفتیم می‌خوایم که یک کامپوننت ایجاد کنیم که بشه با اون تاریخ‌های شمسی، میلادی و قمری را به همدیگه تبدیل. برای ایجاد یک کامپوننت ویژوال استودیو رو باز میکنیم، نیو پروژکت، خب سی شارپ از نوع پروژه ویندوز فرم کنترل لایبرری رو انتخاب میکنیم و نام پروژمون رو می‌نویسیم. کانورت خب البته این میشه نام پروژمون، ولی نام کامپوننتمون فعلا یوزر کنترل یک است. خب مثلا اگه نام کامپوننت همین باشه، اینجا باید نامش رو تغییر بدیم. خب یس. همونطور مشاهده میکنید یه صفحه خالی برای ما ایجاد شده که بتونیم کامپوننت مورد نظر خودمون رو ایجاد کنیم، و همینطور تول باکسی که ما در برنامه های ویندوز فرممون موجوده اینجا هم عیناً همون وجود داره و ما از کلی ابزارها میدونیم داخل کامپوننتمون استفاده کنیم. خب میریم سراغ ایجاد کامپوننت تبدیل تاریخ ها به یه لیبل میذاریم برای عنوان، نامش میذاریم LBL تایتل. حالا یه لیبل میذاریم اینجا که میرسیم که تاریخ ورودی مشخص کنیم که در واقع تاریخ که کاربر وارد کرده میلادی هستش یا شمسی یا قمری. برای این کار هم از سه عدد رادیو واتمان استفاده میکنیم. خب نامش میذاریم شمسی قمری و میلادی. خب تکست اونها را هم میتونیم از اینجا تغییر بدیم، همانند پروژه های دیگه شمسی خب این هم بود قمری و میلادی. این هم از خب حالا به دو عدد کومبو باکس نیاز داریم که بتونیم روز و ماه را انتخاب کنیم و همینطور یه عدد تکس باکس برای وارد کردن سال. دارد کومبو باکس روی صفحه کامپوننت خودمون قرار داریم. خب خاصیت دراپ داون استایلمون رو تغییر میدیم. خب دارد لیول سر لیول رو قرار میدیم، اولش میذاریم روز، ماه و سال. خب این هم میشه نامش CMB فارسی هستش. و یک دکمه همینجا قرار بدیم که برای تبدیل، که روی اشتیلی کنیم و تبدیل انجام بشه.
تکستش میشه تب. لازم به ذکره که شما میتونید حتی کامپوننت های خود نبرم چند زبانه. خب حالا اینجا سه در تکست باکس میذاریم که وقتی به دکمه تبدیل کلیک کردیم تاریخ های تبدیل شده داخل تکست باکس به نمایش در میاد. نام اینو میذاریم txt. نام اینو میذاریم txt. قمه. و در نهایت txt. میلاد. خب حالا این کامپوننت خودمون رو مرتب تبدیل تایپ. خب اصلا میخوایم پوینت کامپوننت ما باشه تاهم. خب و کامپوننت خودمون مرتب. تکست باکس رو بیاریم بالاتر. و کامبو باکس ماه بیزه باشه و همچنین کامبو باکس انتخاب روز. و در نهایت این لیبل ها مرتب این تکستش میشه شمسی. تکست این میشه قمری. در نهایت میلاد. خب اندازه کامپوننت خودمون رو بر اساس کنترل هامون اینجا تنظیم میکنیم. خب این هم فاصله بیشتر میکنیم که کامپوننتمون زیبا تر شد. خب طراحی دیزاین کامپوننتمون به پناهی اجرا میکنیم. F5 میزنیم و اجرا. این میشه دیزاین کامپوننت ما. یعنی وقتی کامپوننت ما کامپایل میشه و میخوایم اون را به پروژه‌مون اضافه کنیم روی فرم به این شکل در خواهد آمد. و حالا اگر به مسیر پروژه‌مون بریم یه فایل DLL برای ما ایجاد کرده به جای یه فایل اجزایی. ببینید این فایل DLL هم کامپوننت ما هستش که میتونیم در پروژه‌مون ازش استفاده کنیم. خب میریم سراغ کد نویسی. خب در قدم اول با یه نمونه از کلاس پرشن کلندر ایجاد کنیم و همینطور یه نمونه کلاس هم برای تاریخ قمری می‌نویسیم که حالا باید فضای نام یوزینگ سیستم دات دلوالیزیشن را اضافه کنیم. خب حالا اینجا
می‌نویسیم که پرشین کلنده نارسون داریم پی سی خب نه برای لیلا برای کامل خب یه اون از کلاس هیدری کلنده برای تاریخ قمری ایجاد میکنه. میریم داخل رویداد کلیک دکمه تبدیلیمون. خب اول باید سه تا متغیر از نوع استرینگ ایجاد کنیم که تاریخ ورودی کاربرمون را که اینجا از کومبو باکس و تکست باکس دریافت میکنه را اینجا داخل خودش ذخیره کنیم. برای همین میریم که استرینگ txt soft string برابر بشه با combo box ما dot text و همسایه متغیر برای روز خب حالا این بالا هم ما میتونیم یه متغیر از نسی ایجاد کنیم که این روز ماه و در واقع سال رو با هم ترکیب کنیم و یه تاریخ به دست بیاریم. حالا اینجا نویسیم که دی برابر بشه با سال به اضافه سلش به اضافه ماه به اضافه و روز. خب این میشه تاریخ ورودی ما. حالا برای برما مثال تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری، تبدیل تاریخ قمری به شمسی و میلادی و تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و قمری باید بیایم اینجا ما برای هر کدوم کدهای خودشون رو بنویسیم. حالا اینجا نمی‌نویسیم که اگر کاربرمون رادیو باتن شمسی رو انتخاب کرد، یعنی که تاریخ ورودی ما شمسی هستش. اینجا می‌رسیم که دیتای اونم دیتای ایجاد میکنیم. نمش هم داریم دیتی یک. حالا برابر میشه با پیسی دات تبدیلش کنیم به تو دیتای. خب حالا اینجا می‌رسیم که این دات پارس چی رو تبدیل میکنیم؟ سال. خب و حالا باید میداریم مثل این دار پاس اینجا چه تبدیل میکنیم؟ باید ماه ها اینجا باید خب و همچنین این دار پاس اینجا هم دیده و برای ساعت دقیقه ثانیه و میلی ثانیه هم همه رو میداریم برابر بشه با سه. اوکی راستی میکنم. خب حالا تیکس یه شمسی که خروجی ما هستش میشه همون در واقع تاریخی ورودی، چون شمسی یه لازم تبدیل نیست، همون میشه تاریخ ورودی ما. و اما بریم برای به دست آوردن تاریخ قمری و میلادی، تیکس یه قمری داد تکستش برابر میشه با dot get year. از چی بگیریم؟ اما بیتی یک به اضافه یه بلکه سلش به اضافه یه بلکه سلش به اضافه یه بیتی دار ماه به اضافه یه و
dt1.rus. حالا برای میلادی هم می‌نویسیم که txt میلادی دات تکستش برابر میشه با dt1.sal به اضافه اینجا هم می‌نویسیم که dt1.ماهش به اضافه دات دی. خب این هم از حالا اگر کاربرمون اومد ایسی نمیشه ایس رادیو باتن میلادی را که اول دارید قمری را انتخاب کرد حالا اینجا میان می‌نویسیم که حالا به جای پی سی رو می‌نویسیم اکس خب این میشه اکس هم به هم این کد هم بدون تغییر بار میمونه خب حالا به جای حالا مثل قبل دیکسی قمری میشه همون دیت یکم یعنی تاریخ ورودی خب حالا دیکسی شمسیمون مقدارش میشه که اینجا حالا این ما بذاریم اسمش رو دو که با اونا قاطی نشه پی دو خب این هم داریم پی سی چون باید با استفاده از کلاس پرشن کلندر تاریخ شمسی را به دست بیاد خب پس شد پی سی این هم درسته و ماهش و همینطور خب اینجا هم فقط باید بنویسیم که حالا ما یه اشتباهی کردیم اونم اینه که اینا را بالای اشتباه نمیشتیم خب اینجا باید بیم اینجا بنویسیم که اتسی دار گیت ماها بگیره و اینجا هم رو اینجا هم میشه اتسی دار خب از تابعه گیت دی آف مونت استفاده کنیم برای گرفتن روز خب این تا اینجا درست شد و ما اینجا یه اشتباه کرده بودیم که و برطرف شد خب حالا باید در قسمت تبدیل تاریخ قمری به شمسی هم دقیقا همین کارا را انجام بدیم میسی که پی سی دات گت ماها میخواییم بگیریم از دی تی دو خب اینجا هم میسی که خب اینجا هم مثل قبل نمیسیم که get
day of month. از کجا گیتیه ده؟ و بریم سراغ تاریخ میلادی ما. خب مانند قبل هستش و همیشه گیتیه دو. این هم هست. خب حالا میشه الز که نیازی به ورودی نداریم. حالا اینجا ورودیمون میشه میلادی و باید بیایم در واقع تاریخ شمسی و قمره به دست بیاریم. خب اینجا دیگه لازم به این نداریم، فقط می‌نویسیم که برابر بشه با دیت هم تاریخ که اون بالا از ورودی گرفت. با تبدیلش به دیتا. خب حالا برای تاریخ میلادی که همونه، فقط این میکنه سه، یا حتی میتونه نمیسیم همون دیت یک برقی نمیکنه. خب حالا مثلا تاریخ شمسی، تاریخ شمسی هم همانند اینا، اینا اینجا کپی میکنیم اینجا پیست فرقی که دیتا تایم سه. خب از شد سال، ماه و روز. برای قمری هم به هم میشه تاریخ قمری. فقط میشه سه. خب حالا اجرا میکنیم. البته قبلش باید بیاییم اینجا داخل کامبو باکس هامون روز و ماه هامون رو وارد کنیم، که باید روز ها از یک شروع میشه تا 31. خب یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. سی و یک. و اینجا هم ماه همون رو باید کنیم. چون یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. و اوکی و اجرام کنیم. خب حالا تاریخ میلادی ما ورودیمون نمیشه امروز چندومه، میشه پنجم، پنج یک دوزار و پونز. خب حالا اینجا اشتباهی شده، این تاریخ برای تاریخ شمسی اشتباه شده. تاریخ شمسی. خب اینجا رو دیگه اجرا کنیم. مثل تو کد نویسون یه مشکلاتی هستش که باید در طرف مثلا تاریخ همون اشتباه تبدیل شدن. خب یه بار دیگه ما پروژه رو بررسی میکنیم که ببینیم مشکل از کجا بود. خب مشکل اینجا بود، یعنی ما برای ما هم اومدیم از کمبوبات دی استفاده کنیم، دوباره نامش بکنیم. خب دیگه بخواه مشکل نباشه. خب اینجا نام ورودی میلادی هست، امروز پنجه 2004، 2005 و تبدیل. خب
میره تاریخ به درستی ترتیب امروز 15 دی 90 هستش، قمری هم همینطور و میلادی هم 5/1/2000. مثلا شمسی امروز 15 دی 1393 هستش، میبینید که میلادیش هم برای ما به نمایش داره. همینطور قمری. خب این از ظاهر و کارهای کامپوننت. حالا در بخش های بعدی ما میخواییم بیاییم بیشتر روی کامپوننت رو کار کنیم و یه سری قابلیت ها به اون اضافه کنیم. ما در بخش های بعدی این آموزش همراهی بفرمایید. تا بخش آینده، خدا نگهدار.